شما بطن گرامی مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و روز ششم اوت آگست، در واقع آگست انگلیسی، اوت فرانسوی، شش آگست هست. در این موقع حوادث بسیار در جهان روی داده است. می چند تا اشاره میکنیم که واقعی هیروشیما روز شش آگست بوده. اینکه موضوع مشروطه هست، یک حالت دکتر بختیار هست، مطالب خیلی مهمی است. اجازه بدید که یک شعر، چون المپیک هست اتفاقا من این مجموعه شعر سیمین رو باز کردم، دیدم یک شعر زیبایی برای مرحوم تختی گفتن به نام مرگ قهرمان بچکی بر مزار جهان پهلوان تختی. من شعر خدمتتون میخونم، بعد میپردازیم به کوتاهی به مرد بیپایی که در المپیک به سمی فاینال رسید بدون پا. و در بابیشون هم صحبت میکنم. میگوید نیستی قهرمان دگر که تو را بر سر دوشون سبو ببرند. منظور مرحوم جهان پهلوان تختی است. چه شد اون خانه برگشاده که خلق سهمی از افتخار او ببرند. ای فراموش مانده ماهی چند، نام تو بر سر زبانها نیست. از تو در محفل شبانه ما قصه ها نیست، داستان ها نیست. بار آخر به گیر و دار تلاش رفتی اما طلا نیاوردی. چشم ها زیرکانه پرسیدند که چه کردی، چرا نیاوردی. تخت کشتی که تخت و بخت تو بود، اینک افتاده در کف دیگران. پیش چشمان بی تفاوت خلق تو به حسرت به تخت خود نگران. فن کشتی اگرچه فن تو بود، عشق را هیچ فن نمیدانی. صفشکن بودی و طریق مساف با بوتی دلشکن نمیدانی. بسترت دام دانداری نیست، بسترت دام دانداری نیست که دل مرغکی اسیر کند. کی تواند گرسنه چشمان را افتخار گذشته سیر کند. از سیاست بگو چه میدانی، مرد آزاده نیست محرم راز. با زبانی چو شمع شعله فروز در کمال صفا بسوز و بساز. سر نام‌آوران ندارد تا پیش هر پا به خیره افتادن. وگر افتادن است، وگر افتادن است چاره کار، به که در گور تیره افتادن. نه در این روزها که هیچ زمان زیر این گنبد بلند کبود قیمت مردمی کسی نشناخت، قدر مردانگی پدید نبود. رستمی بود و جانفشانی کرد تا از او نامی و نشانی ماند. بعد یک عمر درد و رنج و نبرد رفت و زن رفته داستانی ماند. که پس از مرد داستانش نیست، کارساز حکیم طوس نشد. زن که پروردگار رستم و گیو عنصری وش به پای بوس نشد. اینکه ای رستم زمانه ما، لاش خاران پست مرد پرست می کشند از شهر دوش به دوش، می برندت به گور دست به دست. تقدیم به پهلوان، جهان پهلوان مرحوم تختی، شخصیت ملی و بزرگواری بود. و همطور که می دونید، شاید هم ندانید، مرحوم تختی از دوستداران پیروان نهضت ملی و به ویژه مرحوم دکتر مصدق. یک دیداری هم با مرحوم دکتر معظمی داشته بودند قبل از اینکه این ماجرا براشون اتفاق بیفتد. بله، این یک موضوعی بود. میبرندم چو سبو دوش. یادم افتاد از یک شعر، عرض کنم که بله، معاصر عبید زاکانی، الان خدمتتون عرض میکنم، یک شعری دارد: من خراباتیم و باغ پرست، میبرندم چو سبو دست به دست. بله، من خراباتیم و باغ پرست، در خرابات مغان واله و مست، میکشندم چو سبو دوش به دوش، میبرندم چو قطر دست به دست. فکر کنم الهام سیمین از این شعر بوده است. حالا اسمش هم یادم میاد، خیلی خیلی مشهوری، یادم رفت یک مرتبه. خب این از این. عرض می شود که چون موضوع المپیک هست، یک پدیده شگفت در المپیک بنده که حیرت کردم. یه مردی بدون پا با دو پای آهنین خودش رو به سمی فینال
در واقع 400 متر رسونده. لطفا نشون بدید ببینید مردی که پا نداره با دو تا پای فولادین چه میکند. واقعا باعث امید هست برای کسانی که نقص عضوی دارن. بله ببینید بدون پا، پاهای فولادی مثل چنگک بر روی زمین. آخرین باری که ایشون دیدی، اگه فیلمش هم بود خیلی خوب بود ولی نیست، عیبی نداره، هموطن متوجه شدن. بله خیلی بحث و فحص بود که آیا ایشون اجازه بدن شرکت بکنه یا نکنه، و بعد سرانجام کمیته المپیک اجازه دادن که این مرد شرکت بکنه، و گرفتاریشون این بود که میگفتن اگر ایشون زمین بخوره و اینا ممکن است این که به صورت تیغه های تیزی هم هست دیگران رو مجروح کنه، اما سرانجام ایشون اجازه یافت و شرکت کرد و به سمی فینال هم رسید. خیلی حیرت انگیز بود واقعا و روحیه نیرومند این مردشون. گویا یک طلایی هم ایران برده است در کشتی، خبرش رو من امروز از رادیو شنیدم، نامشون نمیدونم چی هست هنوز چون خبر خیلی خام هست، من تحقیقی نکردم در واقع این جوان که برای ایران فولاد، یعنی طلا، گفتم فولاد، مدال طلا برده. امیر جان اگه اسمی داریم، تصویری داریم از این قهرمان ایرانی نشان بدهیم. حالا با این همه گرفتاری‌ها و بدبختی‌ها و عدم مدیریت و اسلام عزیز و اینها، بازم باید درود فرستاد برای کسانی که با رنج و زحمت و گرفتاری و این همه وضایق و در هر رشته و فنی یک آخوند از خدا بی خبر بی سواد جاهل شرکت بکن. بله 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 حمید سوری در رشته کشتی، فکر کنم کشتی فرنگی اگر اشتباه نکنم، مدال طلا برده. درود بر حمید سوری، قهرمان وطن ما. قهفه بسیار بسیار عالی. بله بله این آقای حمید سوری است در رشته کشتی، نمیدونم مطمئن نیستم فرنگی بودنش یا نه، از رادیو شنیدم به اصلا در کشتی بوده، حالا بعد قضیه میکنیم صحیحش چه بوده، اما تلاش قطعی بوده و ایشون تلا برده است. عرض میکردن در هر جایی یک آخوند هست در ورزش که نماز بخوانید. حالا این صحبت هایی که میکنم در باب روزگار گذشته است، در واقع چند سال پیش رئیس عقیدتی امور کشتی، این آخوندها زمانی که نمیتوانستن در امور مردم دخالت مستقیم بکنن، همه جا باشن، از طریق حرفا و حدیثاشون چگونه به توالت بروید، چگونه به حمام بروید، آداب نور کشیدن و اینها، حالا دیگه حضور دادن، دیگه لازم نیست که حدیث بنویسن، از این کارام دست کشیدن دیگه، اما شخصا حضور دارن، اموال ملت هم به جیب میزنن بابت این فضولی های بیهوده. 3 میلیارد 3 میلیارد دلار پول مملکت رو مردم بیچاره بالا کشیدن، حالا میگن 4 نفر رو گرفتیم میخوان به اعدام محکوم کنیم. اولا که اختلاس اعدام نداره، پول جا به جا کردن هر قیمتی که باشه این اعدام نباید بشه از نظر من. اختلاس زندان های دراز مدت هست، اما دیگه اعدام کردن بابت پول این هم یه چیز حالا میخوان نسی کلای سر ملت. دومی که آقا اینا که بودن، آقا اینا که بودن، مال مردم خودشون هستن دیگه، به هر صورت هم نمیتوانن بگویم نگرفتیم و محاکمه نکردیم، هم نمیتوانن چهره اینا رو نشون بدن مردم بشه. آقا اینا که بودن، این مناسبات شما با اینا با دولت چه بوده، کدام روابط در میان بوده و به سفارش کدام کس اینا این ثروت عظیم رو دزدیدن برای مردم. خب سیستم استبدادی است دیگه. خب از این هم میگذریم. روز ششم آگوست یکی از فجایع بزرگ تاریخ انسان به وقوع پیوست، و در چنین روزی در حدود ساعت 8:16 یک پدیده جدید به وقوع پیوست، در واقع یک بمبی به وزن حدود 8 تن از یک هواپیمای نوشتن روی هواپیما، بله و فاصله خیلی دوری هم بود رفت و برگشت. داستانش خیلی مفصل، اینا رو در این کتاب از آتن تا هیروشیما بنده نوشتم به طور مفصل، اینا تحقیق کردم که که بودن، کی چی گفت، چه شد، مقدمات چه بود، هواپیما چگونه درست شد برای این کار، این قطعات بمب که دو تیکه بود چگونه رفت با کشتی ایندیاناپولیس به
جزیره تیبت یه قطعی دیگه نیروی هوایی برد و خیلی داستان مفصلی است. اما اینکه آیا این کار چه کار هولناکی بود، بحث و فرض ادامه دارد که البته این ارتشی ها و اینا همواره بر این بودن که از خونریزی جلوگیری کرد و چنین و چنان بود و اگر که ما این کارو نمی کردیم ژاپن تسلیم نمی شد و تسلیم نمی شد بعد می واسه حمله می کردیم و حمله می کردیم 1,000,000 آدم کشته می شد. حالا الحمدلله رب العالمین 200,000 نفر بیشتر نکشتیم، زن و بچه و اینا رو سوزاندن. و 3 روز بعد یک بمب پلوتونیومی، این بمب اورانیومی بود، در 3 روز بعد در 9 آگوست هم یک بمب پلوتونیومی که پلوتونیوم میدونی ساخته بشر هست اینا، در بر روی ناکازاکی انداختن و همین فاجعه در ناکازاکی تکرار شد و این اولین بار آخرین بار بود که انسان از اصله اتمی و با این حرکت اصله اتم از اونجا آغاز شده. در واقع پیامداش هم نمیدانستن که واقعا این تشعشعات اتمی با انسان چه میکنه. این است که مدت ها طول کشید تا از مزار این گونه آزمایش ها و این گونه سلاح ها بشه بعد انسان. یه فاجعه بزرگی است. روز 6 آگوست همواره در خاطره انسان یک خاطره غم انگیزی باقی خواهد ماند. خیلی خیلی کار حیرت انگیزی بوده، چون آمریکاییان دست یافته بودن به این، به کمک دانشمندان آلمانی بود البته، نه آلمان ها کردن، در واقع تحصیل کردگان آلمان بودن، آدمای مثل نمیدونم کلر و زیلارد و فرمی و اینا که ایتالیایی بود البته، اینا بیشتر از حوزه ساینتیست های آلمان بودن، فرار کرده بودن. به یک کتابی هست به نام هیتلر گیفت، یعنی هدیه هیتلر، یعنی هیتلر با اون دیوانگی هاش سبب فرار این تعداد دانشمندشون دان شد که اینا آمدن در به غرب کمک کردن برای ساختن اصطلاح مهلک. و از همون روز جهان در یک خطر فوق‌العاده فرو رفت. خب چون وقت کم هست، یه چند دقیقه با دوست گرامی آقای عرسی صحبت خواهیم کرد، این اسم مطلب رو کوتاه میکنم، میپردازیم به موضوع مشروطه و بختیار. و جالب هست که همزمان شدن داستان مشروطه و کشتن دکتر بختیار. بختیار نماینده راستین مشروطه بود، مردی بود بزرگوار، مردی بود دانا، مردی بود دلاور، مردی بود سکولار، مردی بود مدنی و بسیار صریح اللهجه که این فضیلت ها رو از دو جا می گرفت، یکی فرهنگ ایرانی و ایلی خودش، یکی هم این که در فرانسه مدت ها زندگی کرده بود. و این آخرین باقی مونده مشروطه ای بود که لگد مال شده بود در طی سه دوره دیکتاتوری. در واقع ما این مشروطه در واقع بزرگترین جنبش های سیاسی ایرانیان در طول تاریخ بوده و در آسیا بی‌نظیر بوده. در امروز هم با رادیو اسرائیل به کوتاهی اشاراتی کردیم که البته در اون 30 دقیقه فرصت پرداختن به همه جنبه ها نبود، عرض کردم که اصلا بی سابقه بود. بله، آقای دکتر شاپور بختیار شاگرد مشروطه بود. ایشون در واقع از تولیدات جنبش مشروطه این مرد بزرگ بود و آخرین شاگرد مشروطه میتونم بگم خدمتتون بود. و دریغ و افسوس که اون جنبش متاسفانه و این انقلاب بزرگ به جایی نرسید و بعد از استبداد به استبداد دیگری افتادیم. متاسفانه شاپور بختیار رو با خیانت بسیار کشتن کسانی که به اون نزدیک بودن و به دستور جمهوری پربرکت اسلامی کشتن. ولی یاد ایشون هم گرامی باد. در باب مشروطه عرض میکرد خدمتون که این یک پدیده فوق‌العاده‌ای بود از مردم برای چند مطلب بود. عدالت بود، حاکمیت ملت بود، قانونمندی و استقلال بود. شما نگاه کنید به تاریخ مشروطه و شعارهاش، ببینید که اصول کار اینها بوده و ملت توانست با همت والایی که به خرج داد الیت جامعه ایرانی بتوانن این کنستیتوشنال مونارکی، در واقع یعنی پادشاهی قانونی که البته بعد به زبان فارسی برگردوندن پادشاهی مشروطه، یعنی پادشاهی باشد مشروط بر قانون، پادشاهی باشد مبتنی بر قانون اساسی، کنستیتوشنال. حالا این روشنفکران قدیم میگفتن کنستیتوسیون، اما کنستیتوشن یعنی قانون اساسی. باری و
پادشاه وجود داشته باشد، نهاد پادشاهی رو بر نانداختن. دیوانگی انقلابی ما در مشروطه نمیبینیم که این رو دار بکشه اون رو بکشه اون نمیدونم چی، چون مثل که بعد رد شد که اساسا انقلاب چیز خوبی است چون توام با آدم کشی است. انقلاب بدون خونریزی که نمیشود که. من به یاد دارم که هر شبت که یه روز این خمینی دستور داد 20 نفری از این رجال سابق رو کشتن، بعد گروه ها تبریک میگفتن حرکت انقلابی امام رو ما تبریک عرض میکنیم. آقا آدم کشی مگه تبریک دارد؟ بعد یقه خود اونها رو گرفته تبریک میگفتن، همونهایی که تبریک گفتن به خمینی بابت آدم کشیش. یک ماه دو ماه نشد که شروع کردن پوست کندن خود آقایون که تبریک میگفتن به آدم کشی خمینی. آدم کشی که تبریک نداری که پدر جان، که باری مشروطه چنین نبود. دارای یعنی خصلت‌های مشروطه یکیش هم همون اعتدال ذهن ایرانی است، انسانیتش. ما دیدیم که خون خونریزی نشد در مشروطه، حتی زل و سلطان عمر بن ظالمی رو گرفتن و جریمهش کردن رها کردن رفت. چهره مشروطه مطلق خونه نیست. و همواره من صحبت مشروطه که هست با آها افسوس یاد میکنم و بر این هستم از این قامت‌های رشیدی از آمال آرزو که در ایران زمین به خاک رفت، قامت مشروطه از همه بلندتر و شریفتر بود. خب این یک دموکراسی جدید بود، نوپا، مثل یک طفل نوزاد، یک طفل نوزاد برای اینکه دوره آسیب پذیریش رو بگذراند نیاز به محبت مادر دارد و عرض میکنم رسیدگی تا آرام آرام را بیفته. هنوز بچه تولد نیافته، جلسه اول مجلس، یعنی مجلس اول است که محمد علی میرزا به توپ میبند. اما مردم دارای روحیه بودند، اون الیت دلاور ایرانی بود، برجاشت و زدن و محمد علی میرزا رو از سلطنت برداشتن. دلاوران شمال، دلاوران ارمنی حتی به کمک اومده بودن، دلاوران بختیاری، اینها آمدن چون روشنفکرها رو میکشتن و پوست میکندن و اینا گریختن. یه عده‌ای مثل تقی‌زاده بود ده خدا و اینا گریختن، ادیر رو کشتن و پوست کندن و شکم پاره کردن به کمک آدم‌های روسی، چون این ارتش ایران دیگه بعد از فتح علی شاه و اینا روسی بودن. اینا که قزاق و مزاق میشناسیم، اینا تعلیمات روسی داشتن، در واقع تعلیمات ایرانی هم نداشتن. کمک میکردن با محمد علی میرزا در پاره کردن شکم‌ها و اینها. اما عرض کردم و این محمد علی میرزا صفیح هست با اون تاجش، تاجش مثل این دلوهای درست میکردن، گل میکشیدن از تهی چا این باغنیا. آقا اینم شد تاج، بگو مرد حسابی. باری آقا رو فراری دادن رفت به سفارت روس، جواهرات سلطنتی هم دزدیده بود که ازش پس گرفتن. تقی‌زاده میگوید من آقنم کی و کی رفتیم به اونجا که اینا رو از این پس بگیریم. گفتیم آقا تو پسرت دوست داری؟ گفت من هر چه دارم مال احمد است، یعنی احمد شاه. گفتیم به این روسا گفتیم آقا ایشون هر چی داشته واگذار کرده. گفتیم من هر چی دارم مال احمد است. و جواهرات گرفتن و آوردن و آقای محمد علی میرزا فرار کرد به روسیه. اما کسی که طعم قدرت رو چینی رها بکن نیست که آقا اونقدر میره تا پوستش بکنن یا اینکه دوباره بتونه خون مردم رو بریزه. دوباره با توپ و تفنگ به اینها برگشت، تعداد زیاد آدم جمع کرد. اما اندک تعدادی از دلاوران ملی که در ایران بودند به کمک یفرم خان، یفرم ارمنی، رفتن و شکست دادن این آقا رو، رفتن بالا کارش و این دوره هم طی شد. متاسفانه این طفل نوزاد مشروطه مصادف شد با سه کودتا، دو جنگ جهانی. شما فکرشو بکنید چگونه میخواد دموکراسی پا بگیره؟ سه کودتا و دو جنگ جهان. لطفا نشون بدین تصویرهای از مشروطه. یفرم خان مرد دلاور، تقی‌زاده میگوید اون مثل ناپلئون بود و راست میگه. در هیچ جنگی یفرم خان شکست نخورد، جنرالشیپ و طرح جنگ ها به عهده یفرم خان بود. رستمی بوده این یفرم خان، داستان زندگیش به افسانه ها بیشتر شبیه از دلاوری و استقامت رو عرض میکنم که شجاعت این مرد و که ارمنی های دیگه هم با ایشون بودن که داستان زندگیش رو یک وقت خیلی مفصل خدمت هموطنان بگیم. اما این باقرخان هست، سالار ملی، و ستارخان سردار ملی. البته باقرخان به هیچ وجه من از وجود ارزش های ستارخان رو نداشت. بله سپه سالار اعظم خلعتبری
تنکابونی. بله اینجا هم اینا دلاوران تبریز هستن، ستارخان در میانه است. بله بله بله، صدر دست راستش باقرخانه و بقیه دلاوران تبریز هستن که در سال 1911 این مشروطه رو نگاهداری کردن، چون همه ایران به خاموشی گرایید جز تبریز، و تبریز بود که باز آوای آزادی خواهی رو نگه داشت به همت دلاوران تبریز و رهبری ستارخان که در میانه ایستاده با لباس سفید. بله اینا بعدی که تهران آمدن، متاسفانه آمدن تهران، وارد کار سیاست شدن. ستارخان یه گل در دست داره اینجا، باقرخان هم تکیه به عصا کرده، اینا واسه تکیه به شمشیر میماندن، نگهبانان آزادی میماندن. متاسفانه این سیاست بازان حقباز تهران به حکم انگلیس ها و فشار انگلیس ها این دو مرد دلاور رو از تبریز گرفتن. در سفری که سردار اسعد کرده است و یفرم خان برای سرکوب کردن عصایر شاه زمان و غیره که یافه شده بودن به تبریز رفتن و این سردار ملی و سالار ملی رو خواستن که به تهران بیان و کادسکه آمدن. دولت آبادی میگوید من یک نامه نوشتم به این دو مرد بزرگ که آقا شما نکنه در کار سیاست دخالت بکنید، شما نگهبان آزادی بمانید، که متاسفانه اینطور نشد. دو حزب بود در اون روزگار، یا جزء حزب شدن و وارد قضای سیاسی شدن، و سرنوشت خیلی 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 حزن‌انگیزی برای ستارخان و باقرخان عرض کنم که بود. اینم دلاوران بایستی بختیاری باشن یا ارمنی، من از دور نمیبینم، اینا عصر مشروطه است. بله ببینید همه سوار، همه مسلح، همه مسلح. حالا فرض فرمایید که میخواست مشروطه بشه، چاقو شکستن گیر نمیاد. بله اینجا هم بله تشخیص نمیدم واقعا که اینا چه کسانی هستن، اما همه مردم مسلح بودن. اسلحه هاشون هم همونطور که میبینید بیشتر نوغان روسی بود، در واقع تجارت اصله آزاد بود. خیلی راحت تجار ایرانی میرفتن و اصله فروشی ها باز بود و مردم هم میتوانستن مسلح. اینو بله این بختیاری هستن کل هم اجمعین. سردار اسعد سوم رو ما میبینیم در میانه نشسته و شوستر میگوید تنها کسی که از بن دندان طرفدار آزادی مشروطه بود سردار اسعد بود. سردار بهادر سردار اسعد سوم هست، پسر حاج علی قلی خان حاکم در واقع فاتح تهران است با دلاوران بختیاری است، و این همون سردار اسعد است که به امر رضا شاه او رو خفه کردن بعد از این همه خدماتی که به او کرد. بله چون مرد بزرگی بود، البته طاقت تحمل او رو نداشتن. اینجا هم عرض شد که ایرانیان هستن، مردان رشید و دلاور، تحمل ستم رو دیگه نیاوردن و مشروطه آمد و قانون اساسی هم تحریر شد. سردار اسعد دوم از ایشون حاج علی قلی خان، برادر بزرگتری داشتن ایشون اسفندیار خان، سردار اسعد وقتی فوت شد لقبش رو به ایشون دادن. مرد بزرگ، عالم، دانا، نویسنده، بیشتر از 20 تألیف داره و رهبر روحانی ایل بختیاری حاج علی قلی خان است. اینجا نشسته و سردار اسعد سوم پسر ایشون بود. این مرد بزرگ پس از پیروزی مشروطه مدتی وزیر داخله بودن و رفتن و در آخر عمر چشماشون هم دچار گرفتاری شد و مرحوم تقی‌زاده و هم علامه از فضیلت‌های این مرد بزرگ که درویش بود و بزرگوار بود اینا سخن بسیار گفتن. ایشون رو سردار فاتح تهران میشناسن، مرد کوچک‌اندام بود و سخت. بله پسرشون هم سردار اسعد وزیر جنگ رضا شاه بود که دستور فرمودن ایشون رو گرفتن خفه کردن و این در واقع و اعدام خوانین بختیاری هرگز از دل بختیاریان بیرون نرفت. حتی این عروسی با سرگیا هم باعث گرمی ارتباطات نشد. خب شما وقتی میخواهید که ملت یک پارچه بسازید نمیتوانید به سران قوم رو تیرباران کنید بگید ملت یک پارچه کرده. بعد اینجا باز ما ستارخان رو میبینیم دست راست و باقرخان در دست چپ صحنه هستن. اینا باز دلاوران تبریز هستن. گروه ها گروه لشکرها میفرستاد محمد علی میرسا برای سرکوب مجاهدان تبریز، اونها رو شکست میدادن و بیرون میدون میکردن. بله این هم از خصوصی ستارخان بود با تفنگ گلنگدنی فکر کنم موزر باشه دستش بود و داستان خوندنیست و شنیدنیست. برمون کسلوی خیلی خوب بخش آذربایجان رو
تحریف فرموده، اما بخش مربوط به بختیاری رو اطلاعات ایشون کم بوده، چنانچه باید نقش بختیاریان رو در تاریخ مشروطه مرحوم کسروی ننوشته چون خب نبود، مشاهدات خودش رو می نوشته. باری بعد از عرض میکنم به توپ بستن مجلس و اینجور داستان ها، ما چند مجلس داریم. مجلس چهارم، چهار مجلس جمعا قبل از اینکه رضا شاه به قدرت برسه و قدرت مملکت رو در واقع به دست خود بگیره، ما چهار مجلس داریم. در مجلس هر مجلسی دستاوردهای بسیار نیک داشته، این تاریخش رو باید نگاه کرد. و اون کسانی که میگوین آقا چه قانون اساسی که گفته بود پنج تا آخون، این سخن لاطائل و این سخن مهمل و این سخن مزخرف رو ما اخیرا میشنویم. این طرفداران استبداد برای اینکه توجیه استبداد بکنن قانون مملکت رو هم لگدمال میکنن. هیچ فضیلتی ندارن این طرفداران استبداد، هیچ فضیلتی ندارن. آقا تعارف بود هرگز قانونی در مملکت ایران در واقع از مجلس نگذشت که آخوند جلوش ایستاده باشه. سراغ داریم؟ شما کدام قانون رو میشناسید که مجلس ملی تجویز کرد به آخوند نذاشت؟ اساسا منتظری میگوید جمع کردن سه تا آخوند مشکل بود، اینا با هم دشمنی داشتن، کسب و کارشون با هم استکاف پیدا میکرد. آیت الله فلانی با آیت الله حاضر نشدن چشم نشون همدیگه رو ببینن تا چه رسد پنج نفرشون رو جمع کنیم یه جا که موافق باشن یه قانون. بنابراین قانون مشروطه از اونجا که حقوق ملت درش تضمین شده بود بسیار بسیار در روزگار خودش پیشرفته بود و هیچ قانون اساسی هیچ کشور من نمی‌شناسم که کامل و جامع و مانع متولد شده باشه. در طول زمان قانون توسط ملت تصحیح میشه. اینه که این سخن لاطائل و بی‌مزه طرفداران استبداد رو عرض می‌شود که باعثی توجه نکرد که آقا این چه قانونی بود که آخوندم توش بود. آقا این سخن لاطائل و مزخرف و مهملی است. بسیار پیشرفته بود، تناسب با زمان باعث بود در نظر بگیریم. حقوق پادشاه را هم نگه داشته بود، حقوق ملت درش وسطتر بود، حق حاکمیت از آن مردم بود. از این بهتر چه چیزی آقا؟ این اراده مردم بود که به موجب اون قانون اساسی حاکم شده بود. قانوندانای بزرگ ما این کار کرده بودن. باری و ما میرسیم به مجلس چهارم. در مجلس چهارم هست که در واقع باز مجلس از خودشون شخصیت ملی رو نشان میده و به قرارداد 1919 و سقوط دوله نه میگه. مجلس پنجم هم که یک مجلس مرعوبی بود، هر سبت که ترسیده بودن از ترس رضا شاه بله گفتن و اون تعدادی که نگفتن تغییرزاده میبرد. من از مجلس که بیرون آمدم قزاق‌ها رو می‌دیدم که چاقو کمرشون ایستاده بودن، گفتم خود شکم منو پاره نکنن تا یک درشکی پیدا کنن. از طرف رضا شاه مجلس پنجم هست که خداحافظ مشروطه. در مجلس پنجم گفتن ایشون موقت پادشاه بشه تا چنین و چنان بشه، مجلس ملی تشکیل بشه که خب ایشون یه قدرت مملکت رو به دست گرفت. و این در واقع کودتای دوم بوده، کودتای اول علیه مشروطه تا میرسیم به 1320 و این ارتشی که درست شده بود در مملکت. حالا شما بایستی برید این قضا رو مطالعه کنید که چگونه چندین هزار ژاندار با تعلیمات ایرانی وطن دوست و دلاور که یکی از اینا فرض کنید که کرنل بوده، کرنل فسیان زیر دست از سوئدی ها رسود، یه عده قزاق هم بودن با تعلیمات روسی، همونه که کودتا کردن بزرگ. بعد هم که دیگه مجلس پنجم دیگه چیزی نداریم، دیگه بالاخره چیزهای پس میشد، البته اصلاحات در مملکت شد، اما اصل قضیه که موضوع انتخابات، فرایند سیاست، قضیه روشنفکری، موضوع روزنامه ها، این هاست روح یک ملت، نه که تونل کندن رو نمیدم چه کرد. اینا تعطیل شد 1120 دوباره با رفتن ایشون باز ما میبینیم که یه گشایشی در کار بیان شد. روزنامه ها، احزاب سیاسی، تشکیلات دولت و بهترین دستاورد این دوره که همون دستاورد مشروطه بایستی گفت، همین ملی کردن صنعت نفت و بیرون کردن انگلیس ها از ایران هست که داستان شمارها شنیدید. و بعد ما کودتای بعدی علیه مشروطه و قانون داریم در مرداد، 28 مرداد، و هرچه گذشت لگد زدن به پیکر در واقع قهرمانان مشروطه و خود مشروطه و قانون اساسی لگدها سنگین‌تر شد
تا جایی که از مشروطه چیزی باقی نماند، از قانون اساسی هیچ بر جای نماند متاسفانه. کسانی که متحیرن ما چرا به امروز گرفتار شدیم، به تاریخ گذشته بایستی نگاه بکن. الان میگویم که امروز در خاطرات، امروز میخواهیم برویم به جشن مشروطه، پرانتز ترحیم مشروطه، ترحیم مشروطه. یکی چند نفر باقی ماندگان اون جنبش مانده بودن که وقتی که رژیم در حال سقوط بود، رفتن یقه اینها رو گرفتن با خواهش و تمنا، مثل دکتر صدیقی، دکتر بختیاری، اینا شاگردان دکتر مصدق بودن، شاگردان در واقع مکتب مشروطه بودن، شاگردان مکتب مشروطه بودن. اما اون چنان این جنبش ملی رو بی‌آبرو کرده بودن که اصلا مشروطه می اومد و میرفت هیچ خبری نبود. در حالی که شما امروز در آمریکا ببینید موضوع استقلال، قانون اساسی چند تا مهم هست. هیچ برگشت بود فکر می‌کنم به همون روزگار قدیم و این انقلاب پربرکت به وقوع پیوست که میدانید و دشمنی خود آخوندها با داستان مشروطه هم شنیدنیه. واقعا امروز اینا هیچ گونه حرمتی برای جنبش مشروطه قائل نیستن و وقتی علاقه مردم رو به این جنبش مشروطه میدانن میبینن، اون رو مصادره میکنن، میگن علما کردن، در حالی که این دو سیدی که خیلی هم زحمت کشیدن، مرحوم طباطبایی که بسیار حسن نظر داشت و بهبهانی که اندکی میلنگید در عرض کنم که صمیمیتش، اینها کنار مردم آمدند، نه اینکه اینا ملا بودنشون چیز بود، اینها مجبور شدن که به پیروی از خاص مردم به کمک مردم آمد. اندیشه های ترقی و آزادی از هیچ آخوندی نبوده، اندیشه های تجدد و قانونمندی از هیچ ملا و آخوندی نبوده، اصلا آخوند اهل این کارها نیست. اگر یک تعداد مرد معمم آمدن و کنار مردم میزنن، خاطر خاص مردم بود، مثل عرض میکنم سید جمال واعظ اصفهانی، پدر مرحوم جمال زاده و اون دو سید و چند نفر دیگر بودن، آدم روشن به اینها پیدا شد در اون مقطع. اما بعد رفته رفته دیگه عرض شد که به گونه دیگر شد، اسلام پناهی. و امروز عرض میکردم در این مصاحبه که در مقطع انقلاب 57 مردم ما همون آزادی سیاسی و مطالبات خود رو میخواستن، اما گروه های سیاسی هیچ گروه دموکرات نبودن متأسف. هر کس یه جوری تعلیمات استبدادی داشت. گروه های چپ یه جور استبداد میخواست، علی شریعتی و شاگردانش یه استبداد دیگه میخواست. یعنی قضیه دموکراسی و لیبرالیسم رو مسخره میکردن. از این فرنجای آمریکایی یه مسلسل هم دستش بود، دنبال آدم کشی میگرد. استبداد، ماشاءالله برای استبداد طرد میزدن این گروه های سیاسی خودمون. مضحک بود واقعا. اینا همه به جنگ حد بود که جامعه به خاطر استبداد گذشته حالت تعادل روانیش رو از دست داده بود، رادیکال شده بود. خب اجازه بدید که یک موسیقی به انتخاب امیر بشنویم، برمیگردیم خدمت شما و ادامه سخن تا چند دقیقه دیگه. با درود بر شما وطنان گرامی، آواز زیبا شنیدیم، بیات اصفهان از مرحوم دردشتی. مرحوم دردشتی از خوانندگان بزرگ روزگار کودکی ما در آواز و اون اعتباری که باید برای اون، نمیدونم چرا قائل نیستم، در حالی که دردشتی صداش بسیار دلنشین‌تر و شیرین‌تر از بسیاری از کسانی بود که خیلی براشون در واقع در این تاریخ موسیقی حرمت قائلن. صدای دردشتی زیبا، بیان قاطع و فصیح، و اگر این تقسیم بندی سبک‌ها درست باشد، ایشون بایستی متعلق به سبک اصفهان باشه، چون شما وقتی ایشون غزل رو میخواند کوچکترین کلام رو از دست نمیدید، با تکیه و کلام هست که آواز شکل میدید. خیلی خیلی زیبا و دلنشین. بچه بودیم ناگهان ایشون در رادیو میامد و آوازها میخوان. چند کارم ازشون در دست هست، یکی برات اصفهان هست، یک سگاه هست، اینا که من شنیدم، یک ساقینامه هست، اینا یونس دردشتی. خب اجازه برید برگردیم که در واقع اینا هم فراورده های همین مادرنیتی و مشروطه بودن. کسی جرأت نمیکرد ظاهر بشه در جای آواز بخونه در مملکتی که اون بش تسلط نمیدونم تیرگی سنت و آخوند و ملا و اینها، قمر می آمد و کنسرت می داد. اینها در واقع اقدامات بزرگی بوده، اینها دستاورده خیلی مهمی بوده. این تا
داستان در زمینه موسیقی و وجوه دیگر چهره ایران عوض شد و این خاص مردم بود، واقعا خاص مردم بود، از اون عقب افتادگی بسیار خسته شده بود. باری این داستان مشروطه رو ما نبایستی آسان بگیریم یا آسان از اون بگذریم و ما بایستی بدانیم و این رو به گوش بیاویزیم. چون من دیدم یک مغالطات عجیب و غریب هست واقعا در باب مشروطه، در باب آزادی، نمیدونم چی بگم واقعا. من شنیدم حتی که میگویند که آقا این آخوندا که اومدن اینقدر آدم کشتن، اگر توده یا میمدن خب بیشتر میکشتن، یا مجاهدین اگه میمدن خب خیلی بیشتر میکشتن. آقا چه استنتاجی میخوایم از این حرف بگیریم؟ آقا این چه سخن لاتاییست؟ اتفاقی که نیفتاده با اتفاقی که افتاده مقایسه میکنیم. مغالطه اول. مغالطه دوم این است که چنان است ما راه دیگری نداریم، ما طریق جز استبداد نداریم. خیلی خوب، بنابراین استبدادی که کمتر میکشه بهتر از استبدادی که دیگر میکشه. چرا فکر نمیکنی نباید کشتن باشه؟ آقا این مشکل ما اینجاست. این چه سفاهتیست یقه ما رو گرفته که هم مستبدین با هم مقایسه میکنیم، میبه کش بهتر بود. آقا از اون بهتر نمیشد؟ نمیتونی آقا خواب که میتونی ببینی؟ که خواب آزادی رو ببین اقلا. یه نفر بوده 3000 تا کشته مثلا، یا 3500، یه نفر بوده 12000 تا کشته. آخه این چه مقایسه؟ این چه حق انتخاب شما مقابل مردم میزنید؟ طریقه دیگری نیست برای زندگی؟ اصلا به ما حالی کردن که مردم حق ندارن در اون مملکت. خیلی حرفا. صاحب زمین در مالکیت زمین حق ندارن، حق مال زوره، حق و زورگوه. این در واقع یک نوع دیکتاتوری سنتی که در ذهن ما نقش بسته، دیکتاتوری سنت، سنت استبداداندیشی، سنت تکریم زور. تکریم زور رو ما تکریم میکنیم، تعظیم میکنیم. چرا برای کریم خان زن اون احترامی که برای آقا محمد خان داریم برای کریم خان نداریم؟ برای ذل سلطون بیشتر احترام داریم که یه حاکم ظالم بوده در اصفهان تا برای کریم خان. به جای کریم خان زورگو نبوده، آقا آمده گفته آقا جان من وکیل شما هستم، این به دل ما نمیشی، بایستی حتما روزی 50 نفر سر میبری و زور میگفت تا ما بهش احترام میذاشیم. این داستان احترام به زور رو ما بایستی از این مخیله بیرون کنیم. آقا احترام به قانون بایستی یاد بگیریم، بزن به عدالت نه به زور. کشته و مرده زوریم، زور و خرافات. من تعجب کردم که این آقای بهمنی رفته گفته آقا ما دیگه پول نداریم، به این آدم هایی که میرن عتبات عالیات پول بدیم. سالی 6 بیلیون دلار پول مملکت ما داریم میره سر این قبرای گداها. ما در مملکت نمیدونم مسلولین داریم، ایت زده داریم، نمیدونم انواع اقسام بیماری های قدیم و جدید هستن. اصلا ما به این فکرها نیستیم که بریم عتبات عالیات آقا قبر حسین رو بگنیم و بوسیم. آقا حسین اسم برو کمکتن بکن، به جای 5 بار حسین 2 بار برو، اون بقیه پولی که داریم میری اینا میخورن بده آقا یه کاری برای مردم انجام بکن. 5 میلیارد یا 6 میلیارد دلار آقای بهمنی گفته میره در عتبات عالیات. عمده گرفتاری ما تکریم زور و خرافات، تکریم زور و خرافات. بهار گفت و عشقی نوشت ترقی اندر این کشور محال است که در این مملکت قحط و رجال است، خرابی از جنوب و از شمال است ولی این مخلوق آزادی و بال است. چه ذلت ها کشیدیم ملت زار، دریغ از راه دور و رنج بسیار. اگر اینا میمدن بیشتر میکشن، پس زنده باد اینا. تو رو خدا ببینید مغلطه رو ببینید، آدم با چه عقلی همچی مقایسه میکنه، با چه استدلالی، به چه راهی داری پیشنهاد میکنی؟ اینم پیره یه روزگار ماست. خب بی دلیل نیست اینجوری شدیم. خب
چگونه ما شدیم. نگاه کنیم ببینیم آقا چگونه ما شدیم. آخه این که نشد که. تفکر معقول من کم میدم، یعنی دوران نوجوانی که در ایران بودیم اونی. همه یه چیزی به ذهن میزد، یه چیز خراب بود. گمان بر این بود که راه طریق درست پیمودن، راه مردم رفتن و معتدل و متعادل بودن و در اندیشه آزادی مملکت بودن یک گناه کبیره است. به جهت اینکه اون چه مد نظر قانون گذاران 100 سال پیش ایران بود و وطن دوستان گسترش نیافت، گسترش نیافت، متأسفانه گسترش نیافت. هر زورگوی می آمد اولین قربانی قانون بود، اولین قربانی قانون اساسی. بعد تکلیف ملت هم دیگه معلومه. و امیر جان یه بریک کوتاه بدین لطفا تا من با دوست گرامی آقای عرسی چند دقیقه صحبت کنیم و بگریم خدمت شما. با درود بر شما وطنان گرامی، گویا یک طلای دیگر هم قهرمانی به نام نوروزی نصیب ایران کرد که مایه افتخار. به به، درود بر این جوان. حالا در باب ایشون بیشتر تحقیم کنیم، حتما ایشون رو نشان خواهیم داد. روی خط با دوست گرامی بزرگوار آقای عرسی هستیم. آقای عرسی درود بر شما. درود بر شما آقای مشیری عزیز. بله بله، آقای نوروزی هم دارن نشون میدن بعد از بردن. آقای عرسی دو طلا نصیب ایران کردن ورزشکاران ایرانی و خبر دومیش الان داشتیم پخش میکردیم. حالتون چطوره قربان؟ سپاسگزار شما هستم آقای مشیری عزیز. آقای عرسی، ما امروز یک صحبت داشتیم با رادیو اسرائیل در باب مشروطه و جربت خیلی کوتاه بود. چند واقعی مهم عرض کنم که باعث یادآوری بکنیم. یکی قتل مرحوم بختیار که از شاگردان به حق مشروطه بود و موضوع خود مشروطه و موضوع هیروشیما، اینا ما اشاره کردیم. گفتیم با شما هم صحبت کنیم چند دقیقه در باب همین مطالب و مسائل و اوضاع احوال فعلی ایران، ببینیم نظر شما چگونه است. خواهش میکنم جناب مشیری، در خدمت حضوری هستم و با سربلندی بنده. بله خواهش میکنم عزیزم. عرض کنم خدمت شما که یکی این داستان حزین مشروطه است، واقعا داستان غم‌انگیز که این همه تلاش آواره شد و این همه کوشش ها از میان رفت و اونچنان در واقع این قصه بزرگ مشروطه بی‌حیثیت شده بود که این اواخری کسی نمی‌دانست مشروطه چیست و خصومت ملایان با مشروطه به جهت اینکه برخواسته از رأی مردم بود. من می‌خواستم نظر شما رو در این باب بدونم. نقش ملایان در مشروطه من اشاره کردم و اساس مشروطیت و چگونگی از میان بردن مشروطیت و عرض کنم که و اینکه سرانجام ما برمیگردیم باز به خواستهای مشروطه، یعنی آزادی مردم، حاکمیت ملی، قانونمندی و استقلال، اینها ارزش‌های مشروطه است. خواستم نظر شما چگونه است؟ جناب مشیری از تالی دیگه هر اون که لازم بود فرمودید، جایی برای عرایزمنده باقی نمیمانه. من به همون شکلیست که میفرمایید، البته ما بسیار واقعا خوشحال و سرفراز هستیم که امروز ملت ایران در مبارزات خودشون برگشتن به ارزش‌های دوران مشروطیت، یعنی مسئله انتخابات، مسئله توسعه سیاسی، آزادی احزاب، مدارا، عرض کنم که دفاع از حقوق دگراندیشان دینی، فکری و به ویژه جناب مشیری مسئله ایران دوستی و اعتقاد به ایران. بله خیلی اون چیزی که در این انقلاب اسلامی کنار رفت و اون فدا شدن ایران بود. همون طوری که خودتون مستحضر هستید، وقتی که این آقای خمینی آقای بازرگان رو به عنوان نخست وزیر انتخاب میکرد، اشاره کردن که ما میخواییم که ایران در خدمت اسلام قرار بگیره. یعنی از اول بنای این انقلاب اسلامی بر این بود که ایران و ملت ایران و منافع ملت ایران در خدمت اسلام قرار بگیره. بله، و خب همین کار هم کردن و بالاخره ایران رو فدای اسلام کردن.
اما خوشبختانه در میان مردم ایران در مقابل ارزش‌هایی که حکومت اسلامی می‌خواست به زور بر مردم تحمیل بکنه، ضد اون ارزش‌ها رو به وجود آوردن و برگشتن الان به ارزش‌های بزرگ مشروطیت، یعنی به ایران‌خواهی، میهن‌دوستی، حاکمیت ملی، حفظ مرزهای کشور و دوری از غرب ستیزی، چون باز یکی از نتایج شوم این ایدئولوژی شدن اسلام و حاکمیت این ملایان برای این بود که به هر حال این داستان غرب ستیزی به مرحله جنون رسید. واقعا بله، واقعا دیوانگیش دیوانگی بود. آقای آدم تعجب میکنه کارای اینا رو میکنه. آخه ما چه دشمنی با غرب داریم؟ اصلا اساس دشمنی ما بسر چی از چه؟ چرا باید ما اصلا دشمن چیزی باشیم؟ بله، اینا اینجور خیال کردن، روی حق بازی اینجور خیال کردن که اگر مبارزه با غرب و مبارزه با اسرائیل رو به مرکز اصلی فعالیت‌های سیاسی خودشون تبدیل کنن، جناب مشیری، از این طریق قادر خواهم بود رهبری تمامی مبارزات مردم منطقه رو علیه اسرائیل و علیه غرب به دست بگیرن و از اون طریق ایدئولوژی اسلامی خودشون رو صادر کنن. یه چنین خبط سیاسی عظیمی کردن و ملت ایران رو هم بالاخره فدای چنین چیزی کردن. ولی خب عرض من همینه، الان خوشبختانه مردم ایران بازگشتن باز به اون ارزش‌های اصل مشروطیت. در انقلاب مشروطیت که ثمره افکار روشنبینان ایرانی بود، ادبیات سیاسی بود که طی قرن 19 هم به وجود آمده بود و حضرت عالی بهتر از بنده بر اون قضیه آگاه هستید، یکی از خطوط اساسی که در واقع در اون جریان انقلاب مشروطیت وجود داشت این بود که ما بایستی متجدد بشیم، نو بشویم. بله. ملت سازی بکنیم، دولت سازی بکنیم بر اساس ارزش‌های مدرن شناخته شده بین المللی و با جهان غرب و با جهان نو شده وارد تعامل و وارد ارتباط و داد و ستد فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و صنعتی و علمی بشیم. کاملا صحیح. بله، این قضیه در دوران مشروطیت به اوج رسید و حقم با همون مردم بود و باز جناب عالی میدانید که حتی اون قانون اساسی که نوشته شد اونا گونه ای تقلید از قانون اساسی بلژیک. بله، بلژیک بود که همون ملاهایی که در اون باد نقش داشتن، ملاهای ملی شده، ملاهایی که در واقع به منافع ملی میاندیشیدن، نه به منافع اسلام، نه به منافع ایدئولوژیکی و مکتبی خودشون، اونا که در چارچوب مسائل ملی عمل میکردن، نظیر افرادی نظیر آیت الله خراسانی، افرادی نظیر میرزا فضل‌علی آقا تبریزی و بعدن هم آیت الله نائینی که اون کتاب معروفی هم که تنبیه بله. و اون کتاب معروف خودشون نوشت. قرض این استش که اون موقع حتی روحانیت آگاه بود از این قضیه که روحانیونی که به دنبال مشروطه بودن نه به دنبال مشروعه، اونا هم میدانستن که بایستی در هر حال از دستاوردهای فکری غرب استفاده بکنن. ولی حکومت اسلامی افتاد رو غرب ستیزی و عاقبتش هم به این چاه بدبختی است که افتادیم و همین جور ملت و دولت همه با هم دارن دستا میزن. انقلاب مشروطیت جناب مشیری گشایشی بود به سوی غرب که ملت ایران وارد جهان بشه، وارد این تحولات جهانی بشه و از اون جا که خودش اومد بیرون به عقیده مخلص. در واقع با انقلاب مشروطیت تاریخ ایران به قبل و بعد از خودش تقسیم شد. اینقدر این انقلاب اهمیت داره. بله، نقطه عطف بوده. بله، بزرگترین کاری که ملت ایران کرده همون جنبش مشروطیت بوده که اومد و به ارزش ملت و به حاکمیت ملی پی برد. خب بعدن که حالا چرا شکست خورد، دلایل گوناگونی وجود داره برای اون که بالاخره در نهایت خودتون میدونید سیاست بین المللی یک سیاست بین المللی. بله. بعد از جنگ دو اول جهانی خواهان این بودن که در ایران، در چین، در ترکیه، در تمام ممالک اطراف شوروی بودند، در اونجاهای دولت‌های
مقتدر فردی به وجود بیاد و از طرف دیگه داخل کشور هم جریانات ارتجاعی بالاخره دست به دست هم دادن و با رویخار آمدن رضا شاه مشروطیت ظاهرش باقی موند و در از درون خودش تهی شد. و بعدن آقای مشیری عزیز، من گمان میکنم که بعد از اینکه مشروطیت شکست خورد و دکتر مصدق و سر کار آمد، جنبش ملی به وجود آمد در دهه 20، در اون دوره باز ما پیگیری مشروطیت رو میبینیم با کودتای 28 مرداد دیگه یک در واقع سنگ قبر مشروطیت رو گذاشتند. بله، مشروطیت به پایان رسید. من گمان میکنم که هر تحلیلی آقای مشیری بعدم بخواد صورت بگیره، به هر حال این چیزی که من خلاصه از کردم و هموطنان عزیزم همه از این قضیه باخبر هستن، ولی گمان میکنم همون گونه که چسروی به درستی زمانی اشاره کرده بود، یعنی از محتوای سخنها و نوشته ها برمیاد، هر تحلیلی در مورد وضعیت ایران باید روی تحلیل علل شکست مشروطیت درود بر شما بیرون بیاد. اینا یعنی ما فقط ما با توضیح اینکه مشروطیت چرا شکست خورد بقیه کارهای دیگر ما میتونیم توضیح بدیم. بله. آنکه انقلاب اسلامی هم که صورت گرفت، در بستری صورت گرفت که در اونجا انقلاب مشروطیت شکست خورد. بله بله. و هر چیزی، هر تحلیلی در مورد تاریخ این 100 سال اخیر ایران بایستی به گونه ای باشه که بتونه این امر رو توضیح بده. تمام اموری که اتفاق افتاده بعد از شکست مشروطیت فقط با توضیح علل اون شکست قابل تحلیل خواهد بود، جناب مشیری عزیز. و در این میانم میدونید شما خودتون بهتر از من میدانید که الان جنگ خاطرات وجود داره آقای مشیری عزیز. بله. برای توضیح علل شکست مشروطیت یه تحلیل آخوندی وجود داره، یه تحلیل بقایای استبداد محمد رضا شاهی وجود داره، یه تحلیل هم از تحلیل به هر حال نیروهای ملی است. بله. و در این به اصطلاح جنگی که وجود داره، من خب گمان میکنم هر کسی که از حقانیت بیشتری برخورداره باید در این مورد وارد عمل بشه با توجه به امکاناتی که این گروه های اسلامی حاکم دارند و همینجور بقایای استبداد شکست خورده داره، یه مقدار میدان برای نیروهای ملی تنگه. ولی خب از اونجایی که اینا حقانیت دارند و امروز در مبارزه‌ای که وجود داره ملت ایران بازگشته به اون ارزش های اصل مشروطیت، من فکر میکنم که میلیون ایران متفکرینی که دلسوز ملت هستند، به آزادی، به استقلال، به تمامیت ارضی ایران میاندیشند و به تأسیس دموکراسی میاندیشند، اینا اگر وارد این کارزار فکری بشن یقینا ملت ایران بهتر نظریات اینها رو. آقای عرصی گرامی، کسی که به قدرت برسه هر سیستمی یا بایستی کنار مشروطه یا تداوم مشروطه و مردم باشه یا باید روبروش بیسته، چون در مشروطه عناصری هست که با استبداد سازگار نیست، مهمترینش عنصر ملت، عنصر قانون، آزادی بیان، موضوع جراید. این است که این هر استبداد گذشته به این علت هاست به نظر من که خصومتشون ذاتی بوده با مشروطه، اینطور نیست؟ یقینا جناب مشیری، به همین شکل. برای اینکه اساسا مشروطیت آقای مشیری عزیز در واقع بزرگترین گامی بوده که ملت ایران در جهت توسعه سیاسی برداشته، آقای مشیری عزیز. بله. توسعه سیاسی به عنوان پایه و بنیاد توسعه همه جانبه اقتصادی، علمی و فرهنگی، چون بدون توسعه مداوم سیاسی اون یکی اصلا امکان پذیر نیست. برای اینکه با توسعه سیاسی است که مردم مملکتی سوژه تاریخ خودشون میشن، حاکم بر مقدرات خودشون میشن و تاریخ خودشون رو شکل میدند. absolutely. و نشانه های اون هم جناب مشیری چند امریست که در جهان شناخته شده است: آزادی مطبوعات، آزادی عقاید، آزادی مذهبی است، از کنم که آزادی تشکیل احزاب، انتخابات سالم، انتخابات آزاد. البته خب واژه انتخابات آزاد یه کلمه درستی، چون انتخابات یا آزاد هست یا نیست، اگر آزاد نباشه دیگه انتخابات نیست.
ولی در هر حال ما چون دیگه مصطلح شده ما هم به زبان میاریم اینو، ولی وجود آزادی انتخابات، دولت پاسخگو و دست به دست گشتن دولت، تمام شدن اکثریت ابدی، اقلیت به اکثریت تبدیل بشه، اکثریت به اقلیت تبدیل بشه، اینا همه نشانه های توسعه سیاسی، حاکمیت ملی و حاکمیت قانون. جناب مشیری عزیز، بله. و تمام اینها در استبداد عصر قاجار رضاخانی و در رضاشاه و محمدرضاشاه، اینها آمدن چهار تا کارخونه درست کردن، راه درست کردن، پل درست کردن، نمیدانم کارهای این چنینی، ولی تمام اون چیزهایی که به یک ملت زندگی و شادابی و شعور و تعقل و حاکمیت بر خودش رو میداد، اونا از دست مردم گرفتن، احزاب منحل کردن، مطبوعات رو از بین بردن، آزادی بیان از بین بردن، از کنم که حکومت قانون کنار رفت. آجرم مشیری عزیز، ما الان بعد از مشروطیت، یعنی بعد از این که مشروطیت زیر پا گذاشته شده و تا به امروز، چه در دوران پهلوی، چه در دوران رژیم این اسلامی ها که بر سر کار هستند، بزرگترین متجاوز به حقوق و حقوق مردم دولت ها هستند. بله، یاغیان اصلی دولت ها بودن. بزرگترین تولید کننده ناامنی، بزرگترین تولید کننده بدبختی و نشوت برای مردم دولت ها بودن. بله. و اینها بودن که قانون رو زیر پا می داشتند. بله. مهم در اصل مشروطیت، مهمترین در اصل حاکمیت ملت، مهمترین نشانه و سمبل حاکمیت ملی وجود یک مجلس قانونگذاری آزاد دیگه های مشیر. بله بله. وقتی که این هم بازی چه دست میشه، چه در دوران پهلوی ها، چه در دوران حکومت بله. اون اصلی ترین نماد حاکمیت ملی به مسخره گرفته شده. بله، ما فقط خوشحالیمون جناب مشیری از این استش که اون امروز فقط ملت ایران برگشته به ارزش‌های اصل مشروطیت در یک نگاه تلسکوپیک، به قول معروف جناب مشیری، من گمان میکنم در جریان انقلاب مشروطیت سه نیرو با هم به توافق رسیدند و این قانون اساسی 1907 نوشته شد. ملت بوده و سلطنت بوده و روحانیت. بین اینها خب بازم بهتر از من میدانید که انقلاب مشروطیت، جنبش مشروطیت خیلی وسیع‌تر و بزرگتر از این قانون اساسی است که نوشته شده. بله. قانون اساسی از جنبش مشروطیت یک تکه کوچکی از خواستهای جنبش رو بیان میتونه بکنه که در یه دوره خاص تاریخی در واقع توافق کردن با هم، سازش کردن نمایندگان ملت، نمایندگان روحانیت و نمایندگان سلطنت. درست. بعد از مدتی با درگیری بین اینها، همونگونه که میدونید، تداوم پیدا کرد، درگیری بین ملت با روحانیت، روحانیت با سلطنت، سلطنت با ملت، اینها تماکان در جنگ و در مبارزه با هم بودند. با رو کار آمدن رضاشاه، سلطنت در واقع هم به روحانیت غلبه میکنه و هم به ملت غلبه میکنه. قبل از هر چیزی بر ملت غلبه میکنه و روحانیت هم میزنه کنار. عرض کنم که باز روی کار آمدن جنبش ملی با حرکت ملی شدن نف اصلی که بس مصدق قوام معروف دهه 20، در اون دوره باز ملت رو میاد، سلطنت و روحانیت اینها یه جور اینا رو بر سر جای خودش میشونه، ملت دست بالا رو پیدا میکنه بر علیه این دو جریان، ولی نمیتونه منکوب کامل خودش بکنه. با کودتای 28 مرداد دوباره سلطنت بر ملت غلبه میکنه و البته میدانید که با یه سازشی با روحانیت اون کودتا انجام میگیره. نقش آیت الله بروجردی و نمیدونم فلسفی ها و ملاهایی که اید کردن اون کودتا رو همه ما میدانیم که چقدر این نقش ایفا کرده. بارها هم گفته شده بود که شاه خودش گفته بود که من به کمک ارتش، امریکا و روحانیت قادر شدم قدرت رو به دست بگیرم. این یه چیز شناخته شده ای هستش. با
بعد و بعدا میدونیم که ما دوباره شاه و قدرت خودش رو گسترش داد و تونست روحانیت رو هم یه گونه ای منکوب خودش بکنه، به خصوص بعد از مرگ آیت الله بروجردی. با انقلاب 1357 که بعد از یه شکل اسلامی به خودش گرفت، ملاها دستکاری کردند و اون انقلاب از دست مردم رو بودند در اثر اینکه رهبری رو به دست گرفته بودند و اون انقلاب مردم رو به انقلاب اسلامی، به حکومت اسلامی تبدیل کردند، و عقیده مخلص ملاها هم ملت رو این دفعه از بدر کردن، هم سلطنت رو بدر کردن. آقای عرصی عزیز، چون وقت کم هست، من مشروطه در آخرین شخصی که من مشروطه دیدم شاپور بختیار بوده، کاملا رنگ و بوی مشروطه داشت، شاگرد مشروطه بود، در واقع آخرین برگ زرین مشروطه بود. من شاپور بختیار اونجوری نگاه میکنم. شما من نگاه میکنم آقای مشیری عزیز، واقعا چه این چیزی بود با توجه به این که من خودم باشون در ارتباط بودم، یعنی دیده بودم ایشون رو، در فرانسه بودیم باشون ملاقات میکردیم. شون واقعا از صمیم قلب خواهان تأسیس یک نظام مشروطه بود، ضمن اینکه اعتقاد بر این داشت که من مشروطه رو ضرورتا اینجوری نمیبینم که حتما یه شاه اونجا باشه. اگر انتخاباتی صورت بگیره، مردم جمهوری بخوان، بنده کاملا در اون مورد تسلیم مردم هستم. یعنی نگاهش واقعا نگاه بر پایه حاکمیت ملی و اراده مردم اینا بود. و همین جهت بنده میخوام عرض بکنم آقای مشیری عزیز که مردم الان هم محبوبیت بازی افرادی مثل دکتر بختیار ریشه در همین داره که مردم بازگشتن به ارزش‌های مشروطه. و همین جهت بنده اون سخنی داشتم میگفتم، به اینجا میخواستم برسونم که الان دیگه دور ملته. بله. هم سلطنت هم روحانیت، هر دوی اینها رو کنار خواهند گذاشت و بازگشتن به اون اصیلترین ارزش‌های اصل مشروطه با توجه به اینکه کاملا دیگه امروزی کردن. و ما آرزو داریم که ملت ایران خودش به میدون بیاد آقای مشیری، در این شرایط بسیار بدی که فقط جمهوری حکومت اسلامی و از این طرف قدرت‌های خارجی و عوامل اونها بازیگر اوضاع هستند، ملت ایران باید بیاد به میدان همون گونه که در مشروطیت و در جنبش ملی خودشو نشون داد، با به میدان آمدن قادر خواهد بود که سرنوشت خودشو به دست بگیره و از افتادن به بلای نمیدونم سوریه و عراق و امثال اینها خودداری بشه. خیلی ممنونم عرصی جان، بسیار بسیار خوشحالم با شما صحبت کردیم. من همین جای مشی عزیز. قربان شما عزیز. سپاسگزار شما. خدا شما. برادر. با دوست گرامی آقای عرصی صحبت می‌کردیم در باب مشروطه و مشروطیت. عرض کردم در مشروطه بنیاد ملت هست، نقش مردم هست و نقش آزادی هست و نقش حاکمیت قانون هست. بنابراین هر استبدادی که به حاکم بشود الزاماً با ارزش‌های مشروطه باید دشمنی بکنه. چندی بار خاطره رو گفتم خدمتتون، حالا میگم برای وقتی باقی مانده. 22 ساله بودم میرفتم تبریز برای اولین بار، من از تبریز یک تصور جالبی داشتم و اینا، و قطار که میره به تبریز فکر میکردم که حالا که پیاده بشم اولین چیز از این که ببینم حتما مجسمه ستارخانه دیگه. نه، پیاده شدیم دیدیم خبری نیست. آقا تاکسی هتل شهناز سر چهارراه شهناز و پهلوی اسمش نمیدونم چی شده، حتما شده خمینی و مثلا امام حسین. حالا فردا صبح اومدیم سوار تاکسی، گفتم آقا منو ببر یه جایی که یک یادگاری از ستارخان ببینم. گفت آقا شیشی میخواد، چیزی نیست. گفتم آقا خیابونی، چیزی، مجسمه‌ای؟ گفت هیچ صد یخت. گفت آقا اقلا منو به، حالا که خیابونی به نامش نیست، همه خیابون‌ها به نام زورگویان حاضر هست، من بعد محله امیرخیز و یه دژی هست، قلعه از این شجاعان تبریزی اونجا مقاومت می‌کردن، برو اونها رو اقلا دیوارا رو که نکندن اونجا رو بریم ببینیم. هیچ نبود. حالا از ستارخان که بگذاریم و باقرخان و اون مردان بزرگ و اینا، تبریز یک جایی بوده هزاران نفر انسان های وطن دوست، فاضل، عالم،
بعد شنیدم که در روزگار آخوندهای مجسمه این چیزی ساختن. مردم باید قهرمانهاشون رو بشناسن. سیستم استبداد چنین چیزی رو نمیپسنده، میخواد او رو بشناسن. هر مستبدی میاد و بر مملکت محاکم میشه. خلاصه تاریخ این آقا، همه ارزش ها در روز، حتی تاریخ مملکت هم در روز. یه آقای سم هیوستون هست، بوده است اینجا در این یادت تگزاس. این آقا جنگ کرده با سنتا انا و موضوع نمیدونم، بعد از ماجرای آلامو رفته جنگ کرده و فیروز شده و اینا. یه دورم گویا به مجلس رفته، فرماندار بوده اینا. این شده قهرمان تگزاسی. یکی بوویه، کلل بوی، که در آلامو، در همون قلعه آلامو ایستادگی کرده، ایستاده و کشته شد. به نام شیزها هست و سم هیوستون، شهر هیوستون تگزاس، به نام سم هیوستون هست. مردم قدر او رو میدانند که این مرد خدمت کرد. در مملکت ما هر کسی مملکت خدمت کنه از صفحه روزگار پاکش میکرد و میکنن. تا زمانی که استبداد هست این بلایا و این طاعون همچنان خواهد. و چون برنامه در حال تمام شدن است، عرض میکنم که ما طریقی جز طریق پیشنهادی همین اجدادمان در صد و اندی سال پیش نداریم، چون اینا ارزش‌های همیشگی هستن. حاکمیت مردم، حاکمیت اراده مردم که جلوگاهش مجلس مقدس شورای ملی است. به به، که بود این قربان؟ ها سم هیوستون، بله این پیری آقای سم، مرسی مرسی، بله این روزگار بازنشستگی جنرال سم هیوستون هست، کار نقاشه، بله جنرال سم هیوستون که بهش بنیانگذار تگزاس هم میگویم، شهر بزرگ هیوستون به نام ایشان هست. ما ستارخان رو مزدی که دادیم یه گلوله تو پای زدیم، سر باقرخان هم بوریدیم. این هم مزدی بود که هر شبت که این دو مرد بزرگ برای در راه آزادی که داستانش مفصله، یکی در پارک اتابک تیر خورد و از همون زخم فوت شد مرحوم ستارخان. باقرخان هم گفت که میخوام برم زیارت یا فرستادن زیارت در کردستان، سر او رو بابت دو سه تا لیره بریدن گویا، بعد سر و تن رو به هم وصل کردن بردن تبریز. اینم عاقبت وطن دوستی در مملکت ما بوده. از شما هم وطنان گرامی سپاسگزارم. از دوست بسیار عزیزم آقای عرسی ممنونم که مشارکت کردن، و از امیر دوست گرامی در اتاق فرمان که همواره با هوشیاری تمام و مهارت تمام برنامه ها رو کارگردانی فنی میکند سپاسگزارم. از همه شما هم زبانان در آجا که هستید تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.